سلام همراه معلم خوصی هستی با یکی دیگه درس های سطح پیشرفته درس امروز اون مربوط میشه به یک کلمه اون کلمه هستش unless ما میخوایم توی این درس این کلمه رو بررسی بکنیم ببینیم معنیش چیه و ببینیم کاروردش چیه و باید کجای جمله قرارش بدیم خب ما میخوایم ببینیم که کاروردش چیه پس how to use unless این رو میخوایم بررسی بکنیم ولی اول از همه باید معنیش رو بدونیم من یه دفنیشن انگلیسی واسهش نوشتم که میتونیم این رو ملاک درس امروزمون قرار بدیم Unless means the same as if not Unless یعنی یا معنی unless تقریبا میشه همون if not یعنی ما با کندیشنال ها کار داریم جملات شرطی پس if رو داریم پس چی شد مربوط میشه به جملات شرطی و اون جملات شرطی که منفی هن. پس شد تا اینجا کار باید بدینیم ما آنلس رو میتونیم توی جملاتی استفاده بکنیم که شرطی اند و منفی اند مثلا اگه تو این کار رو نکنی اگه تو نمیرفتی یه همچین چیزایی میخوایم با جملات شرطی که منفی هستن به کار ببریم ما توی درس امروز هم توی سه حالت آنلست رو بررسی میکنیم هر سه حالتش مربوط میشه به جملات شرطی conditional و توی سه تا زمان مختلف ما میخواهیم اول توی حال ساده بررسیش بکنیم بعد توی گذشته ساده و در آخر توی ماضی بعید که توی این سه تا زمان بیشترین کاربرد رو داره آنلس پس با زمان حال ساده شروع میکنیم خب نوع یکمون از جملات شرطی که میخوایم تو این درس به کار ببریم unless هست با present tense حال ساده من سه تا مثال زدم و این سه تا مثال رو یه بار با if not یه بار با unless اومدم جایگزینش کردم تو باکس سمت چپی جملاتی رو داریم که if دارن جملات شرطی هستن و منفی هستن یا don't دارن یا not دارن یه همچین چیزی بعد اومدیم تو سمت راست همون جملات رو با unless به کار بردیم آنلس میشه مگه اینکه، جز اینکه، مگر یه همچین معنی رو میده خب مثال یکمون رو شروع کنیم سمت چپ بالا You will be sick if you don't stop eating تو مریض میشی اگه خوردن رو قطع نکنی If you don't stop eating اگه تو دست بر نداری از خوردن ما if رو داریم تو این جمله not هم داریم don't پس من با زردم نوشتم پس ما جای این دوتا میتونیم unless رو قرار بدیم حالا بیم ببینیم ما چه جوری میتونیم unless رو جایگزین بکنیم جای if not you will be sick unless you stop eating میگه تو مریض میشی مگه این که دست از خوردن برداری پس وقتی ما unless رو میاریم جمله‌مون باید مثبت باشه پس اون حالت منفی رو نداره if و don't رو ما حذف کردیم و جای if unless نوشتیم به همین سادگی توی حال ساده ما میتونیم unless رو جای if not بیاریم مثال دوممون I won't pay if you don't provide the goods today میگه من پول بهت نمیدم من پرداخت نمی کنم پولی نمیدم if you اگه تو don't provide فراهم نکنی تهیه نکنی the goods today goods میشه کالا کالاها اگه کالاها رو اجناس رو امروز تهیه نکنی من پولی نمیپردازم I won't pay ما همین رو الان میایم با unless مثال میزنیم خب تو جمله اولمون if داریم don't هم داریم پس یه جمله شرطی منفی داریم بریم با unless هم مثال رو بزنیم I won't pay unless you provide the goods today. من پرداخت نمی کنم. من پول نمیدم. مگه این که جز این که تو فراهم بکنی کاله ها رو یا اجناس رو امروز. مثال آخرمون که مربوط میشه به unless تو حال ساده present tense. If you don't study hard, you will never pass the exam. اگه تو سخت مطالعه نکنی، خوب مطالعه نکنی، هرگز امتحان رو قبول نمیشی خب اینجا هم بودیم Unless you study hard You will never pass the exam همون معنی اگه تو مطالعه نکنی سخت تو هرگز امتحان رو قبول نمیشی همون ساختاره تو اصلا میتونی جای مگه این که جز این کم هم بازم همون اگر استفاده بکنی میخوایم بگیم که چی جای if not ما میتونیم از آنلس استفاده بکنیم جمله رو مثبت بکنیم یعنی don't خط بخوره و جای if یا آنلس بزنیم به همین راحتی به سراغ دومین بخش درس امروز رو میدیم که مربوط میشه به گذشته ساده یعنی همین ساختاری که داشتیم فقط جمله شرطیمون مربوط میشه به past tense گذشته ساده مثال یکمون رو بازم شروع میکنیم با هم اولی از سمت چپ با if زدیم و بعدش میایم با unless بررسیش میکنیم if he wasn't very ill he would be at work معنیش میشه میگه میگه اگه اون خیلی مریض نبود اون الان سر کار بود he would be at work او سر کار می بود این جمله شرطیمون بود که if رو داریم wasn't این رو هم داریم منفیه was not در اساسش میتونیم این رو به این شکل هم بگیم unless he was very ill he would be at work اگه اون خیلی مریض نبود سر کار می بود یه همچین معنی رو میده جمله بعدی اون I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry من اون غذا رو نمی خوردم اگه واقعا گرسنم نبود بازم if رو داریم wasn't رو هم داریم پس if not جمله رو داریم wasn't رو ناتش رو خط میزنیم همون واز میذاریم و جای if هم unless میذاریم I wouldn't eat that food unless I was really hungry اگه خیلی گرسنم نبود اگه واقعا گرستم نمی بود اون غذا رو نمی خوردم مثال سوامون Max would be here by now مکس باید تا الان اینجا می بود If he wasn't stuck in traffic, اگه اون توی ترافیک گیر نکرده بود بازم داریم If رو داریم واز not رو هم داریم Max would be here by now If رو خط میزنیم جاش رو میزنیم زنیم Unless رو هم ناتش رو خط می زنیم. چون آنلیس رو گذاشتیم Unless He was stuck in traffic. اینم این ساختار توی گذشته ساده بود. پس تنس بود. پس unless همون معنی if not رو میده. میتونیم جای اون استفاده کنیم. جای if unless رو میزنیم ولی جمله منفی رو اون شکل منفی جمله رو که نات هستش اون رو خط میزنیم از اون دیگه استفاده نمی کنیم فعل رو به صورت ساده میاریمش یعنی از Uh, don't یا not اینا استفاده نمی کنیم به سراغ سومین حالت درس امروزمون میریم که unless با past perfect هستش ماضی بعید یا گذشته ی دور واسه اینم دو تا مثال زدم که مثال یکمون هستش they would have shot her if she hadn't given them the money میگه آنها شلیک بهش میکردن دی would have shot her آنها بهش شلیک میکردن به کی هر پس یه خانومه if she hadn't given them the money اگه اون پولها رو بهشون نداده بود خب همین جمله رو ما با unless هم داریم they would have shot her unless she'd given them the money اینجا هم بازم میبینی جمله اولمون رو که نوشیم they would have shot her بهش شلیک میکردن unless اگه شید گیون دم د مانی شید اینجا مخفف شی هده من اینجوری نوشتمش که مخففش رو هم بازم یه بار تمرین بکنیم شی هد شید شی هد گیون شید گیون اینجوری هم میتونی بگی خب بازم اینجا میبینی نات شی هدنت رو ما خط زدیم و unless رو هم جای if گذاشتیم و همون معنی رو میده مثال آخرمون هستش I wouldn't have called him if you hadn't suggested it میگه من بهش تماس نمی گرفتم اگه تو پیشنهادش رو نداده بودی اگه تو پیشنهاد نکرده بودی من بهش تماس نمی گرفتم خب if رو داریم hadn't رو هم داریم پس if not رو داریم میتونیم جاش آنلس بذاریم I wouldn't have called him من بهش تماس نمی گرفم. unless you suggested it جای if unless رو گذاشتیم و جای you hadn't you had نوشتیم که اینجا هم بازم شکل مخففش you'd نوشتم unless you'd suggested it من باهاش تماس نمی گرفتم اگه تو پیشنهاد نداده بودی این کل درس امروز اون بود ما میخواستیم آنلس رو بررسی بکنیم توی حالت پریزنت تنس تنس و پست پرفکت تنس به ترتیب میگم حال ساده گذشته ساده و گذشته دور یا مازی بعید ما این مسئله رو بررسی کردیم و دیدیم که معنی unless همون if not هستش و مربوط میشه به جملات شرطی اگه جملات شرطی رو نمیدونی ما دو تا درس واسش اختصاص داده بودیم جملات شرطی رو توی دو تا درس ما گفتیم که جملات شرطی نوع صفر و یک رو توی یه درس گفتیم و جملات شرطی نوع دو و سه رو هم با هم بررسی کردیم و تمام این زمان ها رو هم با هم بررسی کرده بودیم امیدوارم که درس امروز هم واسط مفید واقع شده باشه و تا درس بعدی بدرود